سلام بر شما در فراخبر امشب. احتمال برگزاری یک نشست درباره کشور در روزهای نزدیک. امارت اسلامی میگوید در این نشست درباره مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی گفتگو خواهد شد. برگزاری این نشست در شرایط فعلی چه اهمیت دارد؟ آجندای این نشست چه خواهد بود؟ و مهمتر، کدام فیصله ها در این نشست گرفته خواهند شد؟ اینها و بیشتر در فراخبر. برای بحث بیشتر در همین رابطه مهمانان برنامه، فتانه گیلانی مسئول اجتماع زنان افغانستان و عبدالواحد حکیمی استاد دانشگاه حضور دارند. سلام بر شما مهمانان عزیز، خوش آمدیم به بحث امشب. خانم گیلانی، از احتمال برگزاری نشست در روزهای آینده امارت اسلامی سخن میزنه، چه برداشت میکنین؟ چرا این نشست برگزار میشه؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بارز سلام احترام بر شما، بر استاد محترم و بر بیننده‌های محترمتان. درود بر روح پاک تمام شهدای راه خدا و آزادی مردم افغانستان. ما فکر میکنم به نظر من که تقریبا 9 ماه شد از حکومت امارات اسلامی افغانستان، باید که وقت‌تر سر از این کار صورت میگرفت و سر یک نشست میداشتن زیر هر نام، یا اجماع ملی، یا مثلا لوی جرگه، یک نشست بزرگ، هر چیز که سرش نامه منرخ مسائل افغانستان شمول باید می بود یا باشه برای این اینا برنامه داره. پس به باور شما چه زمانی باید برگزار بشه؟ من فکر میکنم زیاد وقت از دست دادن و اعتماد مردم باید به دست بیایه. خب باید میگذاریم از یک چقدر وقت تیر شد، وقت کشی کردن متاسفانه. هرقدر زودتر این مسئله را جدی بگیرن و هرقدر زودتر سر از این کار کنن و هرقدر زودتر با مردم افغانستان تمام مسائل شریک بسازن و از تمام قشر جامعه افراد با نفوذ، شخصیت های نامنیک، ریشه‌فیدای اقوام مختلف، کلانار، استادا، دانشمندا، احزاب سیاسی که از بین بردن، مثلا تمام احزاب سیاسی، مثلا نماینده زنها که نصف نفوس زنها، نصف نفوس افغانستان زنها تشکیل میده و در این نشست زنها حضورشان بسیار زیاد مهم است و باید جدی گرفته شه این مسئله. و جوانا که بسیار مهم است، آینده ساز افغانستان هستند، جوانا باید سرشان زیاد کار شوه و نه این نشست خواسته شوه. ما امید میکنیم که این نشست یک نشست ملی باشه، افغانستان شمول باشه، نه نشست های حکومت های دوران گذشته 20 سال که مثلا زیر نام لوی جرگه، که یک وقت لوی جرگه در افغانستان عظمت خود داشت در شرایط حساس، در شرایط سخت، اموی لوی جرگه ها بود که مشکل افغانستان گریش باز میکردن. اما در اثر امی جنگ ها و حکومت های دست نشانده و بازدی های بزرگ جهانی و استخباراتی، ارزش لوی جرگه را پایین آوردن. ما امید میکنم که این نشست متفاوت تر باشه از نشستی که در طول 20 سال صورت گرفت، در زمان آمری کرزه یا در زمان اشرف غنی. مثلا از هر ولی دعوت میشد که چند نفر از ولایت روان کو، ولی هم چند نفر تربیه کرده می بود بر زمین کارا، بر می تبلیغات، بر می که چاپلوسی بر نظام کنه، اینا به جیبشان یک چند پیاره می ماند. ما امید میکنم که از گذشته ها ما امید میکنم که ملی باشه، افغانستان شمول باشه و بر منافع ملی باشه، بر حفظ تمامیت ارضی باشه، بر ثبات افغانستان باشه، بر امنیت باشه، بر نجات زنای افغانستان از قدر مشکلاتی که به سرشان دادی نو ما کامده باشه و یک رابطه خوب ساختن امرای جامعه جهانی به خصوص امسایه ها ما پیدا کنیم. بسیار زیاد تشکر به شما. برمیگردم آقای حکیمی، وقتی در مورد همین نشست شنیدین، البته تازگی نداره، چند پیش هم ما شنیده بودیم و چند بار گفتن که ما یک نشست برگزار میکنیم، در مورد مکاتب گفته بودن، در مورد زنا گفته بودن، در مورد حجاب گفته بودن، حالا که میشنوین چه به ذهنتان میگرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و خانم گیلانی و بینندگان محترم. خدمت عرض شوه که البته انتظار می رفت که طالبا مبا قسمی که اشاره شد
پس از تسلط بر افغانستان همچه یک نشست صرف و منظور مشروعیت نظام سیاسی و کارخانگیشان انجام داده باشند، یک نشست همچنین را برگزار کنه تحت هر نام و هر عنوانی که باشه. منتظر برگزاری همچون نشست هستیم که مدت‌های بسیار زیادی تیر شده، یعنی یک زمانی را ما از دست دادیم و اکنون امارت اسلامی اقدام میکنه که همچون نشستی باید در افغانستان برگزار شود. بله، همین پرسش از خانم گیلانی میخواستم بپرسم، حالا از شما میپرسم، این نو ما نزدیک به نو ما چطور یک فرصت برای امارت اسلامی بود؟ ببینین، امارت اسلامی یک فرصت بسیار کلان را در رمین نوما از دست داد، به این معنا که میتونست مشروعیت نظام سیاسی را از داخلی از مردم افغانستان بگیره و به اضافه بر از او بتونه مشروعیت بین المللی و بر رسمیت شناختن هم یک از مسائل مهم بود که امروز امارت اسلامی با این مشکل بر مواجه است. اگر میتونست در ابتدا همچون نشست برگزار بکنه، مشروعیت داخلی را به دست بیاره و مشروعیت بین المللی ادامه مشروعیت داخلی نظام های سیاسی است، میتونست مشروعیت بین المللی را هم به دست بیاره. یعنی به این معنا که نظام کنونی یک نظام حاکم از سوی یک مجموعه خاص نیست، بلکه نظام حاکم برگرفته از اراده تمام ملت و مردم افغانستان است که این یک نوعی از مشروعیت سیاسی را در درون افغانستان میتونست اعاده کنه برای امارت اسلامی. متاسفانه در این نوع وقتی نتونست همچون نشست برگزار کنه، فرصت های بیرونی و بین المللی از جمله به رسمیت شناختنش، کمک هایی که کشورهای خارجی باید به افغانستان سرازیر می شود، ملکیت های افغانستان که در خارج از افغانستان وجود داره و در این مدت نه ماه در هر نقطه و گوشه جهان پراکنده بود، اینا را ما از دست دادیم. اگر ایمی شد در ابتدا برگزار شود، امروز شاید ما شاهد همچه مشکلات و بحران های اقتصادی، بیکاری و از دست دادن ملکیت های ما در بیرون از افغانستان نمی بودیم. یعنی ما نظام سیاسی کنونی نماینده واقعی مردم افغانستان می بود و این نماینده مردم افغانستان میتونست به نمایندگی از مردم افغانستان مشروعیت بین المللی را به دست آورده و با جامعه جهانی در یک تعامل قانونی و مشروع وارد مذاکره، مفاهمه و حتی وارد یک نوع رایزنی ها نسبت به حمایت از نظام سیاسی در افغانستان میشد. بسیار تشکر. خانم گیلانی، مشروعیت ملی یا داخلی که میگیم، منظور ما چی است؟ مثلا یک زمانی من زبان آقای مجاهد شنیده بودم که ما گفت مشروعیت خود از مردم گرفتیم و خیلی ها انتقاد داشتن، ولی حالا شما از نشست ملی سخن زدین، یعنی افغانستان شمول باشه، به چه معنا؟ سازوکارهایش چی است؟ خب هر نظامی که در افغانستان قدرت و دست میگیرن، اونا از مردم گپ میزنن. اجازه بدین که برم یک ذره دور به گذشته هایی که ما متاسفانه نتونستیم که استفاده معقول میکنیم برای ثبات افغانستان، برای که خون اولاد افغانستان ریختانده نمیشد. در زمان مجاهدین وقتی که سر حکومت، سر قدرت آمدن، زمان شهید برهان الدین ربانی قدرت گرفت، فکر میکرد که دیگه کل افغانستان باید جمعیتی شوه. اما وقت قسم مثلا دیگه گوره که خود قدرت بود، مثلا میخواست که کل افغانستان ازبی شوه. وقت خلق و پرچم سر قدرت بود، نیمش فکر میخواست که کل افغانستان خلقی بسازه، نیمش فکر میخواست که پرچمی بسازه. ولی این چیزا به درد نمیخوره. ما فکر میکنم که انوز مشروعیت خود طالبا از مردم افغانستان به دست ناورده. مردم افغانستان از چی، از کی پرسان صورت گرفته، از کی پرسان شده که شما چقدر راضی هستین از امارت اسلامی افغانستان؟ خب این مسئله بسیار مسئله مهم است. امیست که ما گفتم که این نشستی که صورت میگیره، اول خب باید بسیار زود ساخته شوه و دیگه ای که باید این ملی باشه و اعتماد مردم به دست بره. نصف نفوس افغانستان از زنای افغانستان تشکیل میته، درست؟ امروز نصف نفوس افغانستان شما حاضرده ساختین، دروازه مکتب برایشون بسته کردین، تمام فعالیت هایی که زنها داشتن و حق مشروعشان بود همه را شما از پیششان گرفتین و دیروز یک فرمان دیگر را هم صادر کردین و که زنها با دزی چادری بپوشن. شما در حالی که این فکر نکردین که زنها افغانستان
الحمدلله مسلمان بودن، مسلمان هستند، مسلمان می باشند و از تمام ارزش‌های اسلامی با خبر هستند. همیشه در طول تاریخ افغانستان زنای افغانستان زنای شجاع بودن، با وقار بودن، با حجاب بودن، با حیا بودن. همیشه همراه مردای افغانستان در وقت خوشی، در وقت غم شانه به شانه همراهشان استاده بودن. مثالاش تجاوز جنگ افغان انگلیس است، تجاوز شوروی است، تجاوز امریکا یا امر 50 کشوری که آمد. زنا هم قربانی دادن، زنا هم زحمت کشیدن. زنا یک طرف به خاطر حق و حقوق خود آواز بلند میکردن، از طرف دیگه برای منافع ملی، برای حفظ سرحدات افغانستان، تمامیت ارضی، آشتی ملی، برای ختم جنگ، برای ختم مداخلات خارجی، بر ضد بازی های استخباراتی آواز بلند میکردن. الحمدلله با دستای پاک که دستشان آلوده نشه، دستشان به دست ناپاک نخوره، مبارزه کردن، بسیار روزای سخت پشت سر گذاشتن. من فکر میکنم حوال اینمی مسئله بسیار مهم است. بله. که به زنای افغانستان خانم گیلانی ثابت چوه که اینا طالبا از اینا حمایت میکنه و تمام فعالیت های زنا رو اینا دوباره آغاز میسازن. اینمی خودش یک مسئله بسیار مهم است که در این نشست باید زنا حضور پیدا کنن، اعتماد از مردم بگیرن، از اقوام بگیرن، از ریش سفیدا بگیرن، از کلانا بگیرن، از سیاستمدارا بگیرن. و گفته بودن که ما یک کمیسیون میسازیم که کمیسیون سیاسی باشه، بران همراه افراد سیاسی که در بیرون از افغانستان هستن، همراه از اونا صحبت کنن، حضور هم حسابش معلوم هیچ نشد، سر صداش معلوم نشد. اینا نباید وقت فرصت ها از دست بدن. همونطور که شما در مورد زنا صحبت کردین، در همین گزارش که امشب داشتیم نمایندگان اقوام مطرح کردن، عالمان دین مطرح کردن و چهره های سیاسی را، ولی مشخصا از زنا نام نگرفتن. باید بگیرن، این حق زنای افغانستان است. خب اگر این نشست برگزار شوه و حضور رسول الله از هیچ کدام از اینا، از رسول الله مبارک که بلندتر نیستن، رسول الله مبارک قربان شام رهبر بشریت انسانیت، روزای خاص داشت که با زنها می دیدند و مشکل زنها را از زبان خود زنها می شدیدند. اینا از اون از رسول الله مبارک ایت زیاد نیستن. اینا کوشش کنند که از سیاست بسیار تندروانه خود کار نگیرن، به خاطر از اینکه افغان ها سیاست های تندروانه و افراطی را قبول ندارن، نمیخواین. افغان ها بسیار مسلمان های پاکس و چه هستن. افغان ها از خود کلتور دارن، از خود رسم رواجات دارن. افغان ها نمیخواین که چیزای افراطی که در طول جنگ ها آموختن و این خارجی ها برشان درس داد، این چیزها رو نمیخواین. ما باید مثل یک ملت واحد باید باشیم، شویم و مثل خوار برادر واره کمر همت و غیرت اردوی ما بسته کنیم بر بازسازی افغانستان و بر ثبات افغانستان. بسیار زیاد تشکر آقای حکیمی. حالا پرسش اینجاست که این نشست چقدر میتونه تصمیم گیر باشه و این میتونه در وهله اول همین واکنش هایی که در میدان میبینیم در مورد مکاتب هست، در مورد زنان هست، خانم گیلانی مطرح کردن که فروکش بکنه، آیا میتونه فکر میکنه؟ خب در ابتدا باید گفت که شکی وجود نداره که در شرایط کنونی که افغانستان در یک وضعیت نابهنجاری قرار داره، این برگزاری همچون نشست یک گام بسیار مثبت باید شمرده شود و گام بسیار مثبتی هم هست. یک مسئله دیگه که نشست چگونه تا چه حد میتونه مؤثر و مفید واقع شد برای مردم افغانستان و شرایط کنونی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه، ما فکر میکنم برمیگرده به این که آیا در این نشست نماینده های واقعی مردم میتونه شرکت کنن یا نه، میتونه گزینشی باشه، یک مسئله. مسئله دومی که آیا در این نشست از تمام مردم افغانستان نماینده تمام ملت و مردم افغانستان از نگاه ساختاری حضور خواهند داشت یا خیر. مسئله دوم، مسئله سومی است که زنان در کجای از این نشست قرار داره، جایگاه زنان چگونه هست.
اگر این سه مسئله در نظر گرفته شود که نمایندای واقعی مردم بیاید و از تمام مردم افغانستان در این نشست نمایندایش حضور داشته باشه، زنا در این نشست حضور داشته باشه، شکی نیست که هم میتونه مشروعیت برای نظام سیاسی کنونی بته و یک مشروعیت ایجاد کنه. از جانب دیگه یک فاصله بین مردم و بین امارت اسلامی احساس میشه، این فاصله میتونه از بین بره، یک اعتماد بین ملت و نظام سیاسی که تا هنوز اعتماد اینچنانی وجود نداشت، میتونه این نشست اعتماد بسیار قوی بین ملت و بین امارت اسلامی ایجاد کنه. از جانب دیگه ما تا کنون روشن نیست که مردم افغانستان چی نوع ساختار نظام سیاسی میخواید. نوع نظام سیاسی هم میتونه این نشست و این مردم، نماینده های مردم، نوع نظام سیاسی را میتونه مشخص کنه. و از جانب دیگه ساختار نظام سیاسی که یکی از مسائل بسیار مهم است میتونه به بحث بپردازه. از جانب دیگه یک بحث بسیار کلان، جایگاه زنا در درون افغانستان و در جامعه افغانستان هست، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه فرهنگی و هم از نگاه سیاسی. این مسائل بسیار مهم است که میتواند در این نشست اگر را نمایندهای واقعی مردم شرکت کنه به این مسائل پرداخته شود و این مسائل قابل حل است و حل شود. که اگر چنین چیزی شود، یک گام بسیار مهم و یک اقدام بسیار نیک برای مردم افغانستان و برای امارت اسلامی است که شاید بتانیم با این برگزاری این نشست با همچه اوصاف ما گامه های بیشتری در آینده به سوی برسمیت شناختی نظام سیاسی برداریم که جامعه جهانی و دنیا بتانن امارت اسلامی را نماینده های واقعی مردم افغانستان بشمارن و بعد از این روابط نیک در عرصه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و همچنین در بخش کمک ها ما بتانیم با جامعه و کشورهای منطقه یک مراوده نیک بر اساس قوانین و نظام بین المللی داشته باشیم. آقای حکیمی، یک پرسش هم اینجا مطرح است که اینکه در این نشست کی ها اشتراک میکنن؟ شما از نمایندگان واقعی سخن گفتین، حالا امارت اسلامی هم از نمایندگان اقوام، عالمان و چهره های سیاسی سخن میزنه. امی شاخصه های مشخصی داره مثلا که چه کسانی باید اشتراک بکنن که از مردم بتونن نمایندگی بکنن؟ البته این یک سوال است که باید نماینده امارت اسلامی میتونست بیای پاسخ بگه، ولی اونچه که ما تجربه چند سال گذشته را داریم اینی که چرا مثلا لوی جرگه، یک جرگه بسیار خوشنامه که مشکلات مردم افغانستان را در طول 200 سال حداقل 100 سال حل کرده، اما امروز به او پرداخته نمیشه. علتش این بود که با جرگه یک بازی سیاسی صورت گرفت، یعنی به خاطر اهداف شخصی زمامداران سیاسی و کنشگران آمدن از لوی جرگه استفاده کردند. ما امیدواریم امارت اسلامی با درس و تجربه ای که از نظام گذشته گرفته چنین برخورد و چنین دیدگاهی با این نمایندهای مردم افغانستان نداشته باشه. یعنی بیاید کسایی که در گذشته در اداره نظام سیاسی گذشته بوده و به نحو بدنام هم بوده، ای افراد نباید شرکت کنه. به این معنا که علما، متنفذین واقعی مردم افغانستان، استادان دانشگاه بتانه و قشر بسیار نیمی از پیکر جامعه افغانستان زنای اینا باید بتانن شرکت کنن. به این اساس اگر نمایندهای واقعی بتانن شرکت کنه، زنان بتانن شرکت کنه و بخش از جوانای افغانستان که یک بخش و قتله بسیار بزرگ از جامعه ما و از نفوذ ما را نمایندگی میکنه، جوانان بیاید، به این اساس ما فکر میکنم که یک جرگه بسیار با اهمیت و قابل قدر است. البته مهم برگزاری و حضور تعداد از مردم نیست، مهم است که تا چه اندازه امارت اسلامی بر فیصله های این مردم واقع میگذاره و این فیصله ها جامعه عمل میپوشه. مهم هم هست. بسیار زیاد تشکر. خانم گیلانی، آیا حضور زنا یا اشتراک زنا در این نشست برای کسب مشروعیت خیلی مهم است، کمک میکنه؟ یک و دوم، جایگاه زنان چگونه باید باشه؟ خب من فکر میکنم که امنو ما دیدن که جامعه جهانی یا هیچ یک کشور در دنیا، حتی همسایه ها، امارت اسلامی افغانستان حکومت چه برسمیت نشناختن و از چند شرطی که
پیش رویشان ماندن، یک شرطش مسئله حقوق زن هاست، سرنوشت زن های افغانستان است. و ما فکر میکنم که طالب ها از هر چیز که مهمتر مسئله نصف نفوذ که زن های افغانستان است باید ایره جدی بگیرن، امرای عزیز بازی نکنن و هیچ اقام ندارن که امرای سرنوشت نصف نفوذ که زن های افغانستان است اینا بازی کنن. 2 میلیون زن ما داریم که بیوه هستن. ما انتظار حضیر داشتم که فرمان دیروز یک فرمان می باشد در ارتباط به نجات زنهای بیوه افغانستان، بیوه جنگی افغانستان، بر اولاد یتیمشان پروگرام می داشته باشند. امروز چیزی که دیده میشه تنها زنها برای هر چیز حق دارن، اجازه دارن که او گدایی کردن است که در سرک ها، در پشت نانبایی ها، در پشت دوکان ها، مارکت ها برن و برای یک دن نان خوش دست پیش هر کس ناکس دراز کنن. فقط اینی دی عقش طالب داده بس خلاص. دیگه تمام حق و حقوق زنها افغانستان گرفتن. ما به حیث یک کسی که 4.5 دهه مبارزه کردیم الحمدلله با دستای پاک و سر بلند و به نمایندگی زنهای افغانستان آواز بلند کردیم، به ضد جنگ، به ضد آدم های خائن، به ضد مداخلات خارجی ها، به ضد بمباردمان خارجی ها، به ضد جاسوس های داخلی و خارجی. ما امروز بسیار زیاد متاثر هستم. چرا ما در یکی از نشستان نیستم؟ چرا از ما نظر پرسان نمیشه؟ آیا ما جهاد نکردیم؟ آیا ما مبارزه ندادیم؟ آیا ما قربانی ندادیم؟ تنها طالب تو مبارزه کردی؟ کامدی و تنها هر روز امیر برای خمه میکشی؟ اگر تو شهید دادی، ما هم شهید دادیم. هزارها هزارها خانه افغانه ها شهید دادن. من انتظار از دیده داشتم از امارات اسلامی افغانستانی که اینا وقتی که قدرت به دست گرفتن، من یک میفکر میکردم که شاید به خانه زنای بیوی جنگی برن، از آل از اونا پرسان کنن، دست سر اولاد یتیمشان تیر کنن، بر از اینا غم خانهشان رو بخورن، غم مکتب اولادایشان رو بخورن، غم لباس اولادایشان رو بخورن. اولادای از اینا سرگردان پشت یک ناغمنان صبح تا شام در کوچه و بازار است. اینا از کوچه و بازار چی یاد میگیرن؟ من انتظار داشتم زنایی که یک عمر مبارزه صادقانه همراه ایمان خود کردن بر منافع ملی، بر سلامتی و ارزش‌های اسلامی، امرای زینا همکاری میکنن. ولی متاسفانه که آمدن، اولین حمله می بود که زنا باید ای کار نکنن و ای کار نکنن، زنا حق ندارن. ای حق خداوند بر زنای مسلمان داده، بر زنای افغانستان داده الحمدلله. زنای افغانستان چرا سمرای عقش و حقوقشان طالبا بازی میکنن؟ نباید. و ای بازی ایسیت خودشان پایین کده میره، کسی بر رسمیت نمیشناسیشان. ما امید میکنم که برای دی مثلا حکومت داریشان یک مسئله مهم مسئله زناست که هر قدر زودتر میشه در روزهای مکاتبه باز کنن و زنا را اجازه بدن که کار کنن. زنا همیشه با حجاب بودن و با حجاب الحمدلله مشکل ندارن. مشکلشان مشکل اقتصادی است، مشکل بی‌امنیتی است. جلو انفجارات بگیرن، جلو عملای انتحاری را بگیرن که دیگه به چیز افغان کشته نشه، اولاد افغان یتیم نشه. این مسائل مهمتر است از اینکه تو بیایی بگویی که ما در حال که ما حجاب میفهمم، ما شریعت میفهمم، ما ارزش های اسلامی را میفهمم، ما اخلاق اسلامی را میفهمم، ما حیا و پرده را میفهمم، تو میایی من میگی که تو چادری رو بپوش. خب میبینی که نیمه مردم افغانستان چادری میپوشه، کوچی های ما چادرای کلان داره، زنایی که در شهر هستن مثل محور لباس نسبتا متفاوتر میپوشن، اما با حجاب هستن، با عزت هستن، با وقار هستن. هیچ زن ما در افغانستان ندیدیم که او به سبک گشته باشه یا خدای نخواسته به حجاب بوده باشه یا مو حجاب اسلامی رو مراد نکرده باشه. تشکر آقای حکیمی. جنبندی با شماست، باید ها چی است؟ یکی از مسائلی که بسیار مهم است که امارت اسلامی باید به این جدی توجه کنه، کسایی که در این نشست قرار هست شرکت کنه، باور بر ایست که اینا نماینده های واقعی ملت و مردم افغانستان، اینا انعکاس دهنده خواسته های مردم افغانستان به امارت اسلامی است. ما از امارت اسلامی تقاضامندیم که به این خواسته ها
جامعه عمل بپوشن، بازی سیاسی با این خواسته ها صورت نگیره، معامله با این خواسته ها صورت نگیره و حتی در گزینش افرادی که از نقاط مختلف افغانستان میتونن حضور به هم برسانه، از اقشار مختلف، اصناف مختلف، از اقوام مختلف، از مذاهب مختلف باید نماینده بیاین و به خواسته های این ملت یک توجه جدی صورت بگیره تا به این اساس هم ما بتانیم در آینده یک نظام قابل قبول برای تمام مردم افغانستان و برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی داشته باشیم. تشکر. و هم بتانیم عبور کنیم از یک وضعیت کنونی. بسیار زیاد تشکر دستم. از حضورتان مهمانان عزیز، عبدالواحد حکیمی استاد دانشگاه و فتانه گیلانی مسئول اجتماع زنان افغانستان، خوش آمدید به بحث امشب. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر، از شما سپاسگزارم، شب بخیر.